ایالات متحده آمریکا در آگوست 2021 میلادی طویل‌ترین جنگ بیرون مرزی این کشور را در افغانستان پایان داد. جنگی که پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 پای نظامیان آمریکا را به هدف از بین بردن اسامه بن لادن و متلاشی کردن این شبکه به افغانستان کشانید. بسم الله تابان آگاه مسائل امنیتی و سیاسی میگوید با آنکه اهداف ایالات متحده آمریکا در افغانستان به صورت واضح تا حال بیان نشده است، اما بحث هایی که در سطح رسانه ای مطرح شد هدف این جنگ دو دهه‌ای مبارزه با تروریسم در افغانستان گفته شد. اهداف خود در یک مقطع زمانی رسیدند، القاعده را زمینگیر کردند و توانایی ها و ظرفیت های نظامی القاعده که بتواند منافع ایالات متحده آمریکا را در اون مقطع زمانی از بین 2002 تا 2021 تهدید بکنه، این ظرفیت القاعده را از بین بردن. اما این ظرفیت به طور مقطعی از بین رفت با آمدن طالبان. دوباره القاعده توانایی و ظرفیت های بسیار بلند را نه تنها در افغانستان بلکه در خاورمیانه و آفریقا به دست آورده. گروه طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان همواره حضور گروه های دهشت افغان به شمول القاعده و داعش را در افغانستان رد کرده، گفته است که به هیچ گروه اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان علیه کشور استفاده صورت گیرد. با این حال نظیف شهرانی استاد بشرشناسی در دانشگاه ایندیانا باور متفاوتی دارد. هدف آمریکا این بود که در منطقه اما منافع خود در برابر چین، در برابر روسیه، در برابر ایران نگاه بکنه. در این ساعه من فکر میکنم موفق بودن و موفق هم هستن، در ازی که یک تعداد زیادی کسایی هنوز هم در افغانستان هستن که با امریکایی ها از نزدیک کار میکنن و هر وقت امریکایی ها خواسته باشن از اونا استفاده ابزاری در برابر چینیا، در برابر روسا، در برابر ایران صورت بگیره میتونن استفاده را بکنن. از اون لحاظ امریکایی ها عموماً یک چشماندازی بسیار دور دارن. ما هستیم که بسیار کوتاه فکر میکنیم. آقای شهرانی این را هم میگوید که ایالات متحده با حضور خود در افغانستان نه تنها میخواست از طالبان انتقام گیرد، بلکه هدف دوم امریکا بهبود اوضاع زنان افغانستان با سازی و ساختن شمار از زیرساختها در افغانستان بود. ایالات متحده در 20 سال حضور نظامی خود در افغانستان با هدف قرار دادن مراکز و پناهگاه‌های القاعده به شمول کشته شدن اسامه بن لادن رهبر این شبکه در سال 2011 در ابتابات پاکستان تلاش کرد این شبکه را از هم متلاشی کند. اما آرش یقین آگاه مسائل سیاسی مستقر در واشنگتن میگوید که با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان گروه‌های افراطی تر و خطرناک‌تر در این کشور عرض اندام کردند. امروز که ما فعلا میبینیم افغانستان نه تنها گروه القاعده مثلا یک تهدید برای امریکا و متحدینش است، نه تنها خود طالبا و جامعه جهانی یک مشکل ساز هستند، بلکه مثلا گروه افرادی تر مثل داعش موجودیت داره که تهدید بسیار بزرگتری هست برای امنیت امریکا، امنیت داخلیش و ثبات سیاست خارجیش و متحدینش. با وجود این کار طالبان از حضور گروه های دهشت افغان در افغانستان، کشورهای منطقه در این اواخر با ابراز نگرانی از انسجام دوباره این گروه ها در افغانستان بر اقدامات جدی طالبان جهت از بین بردن تروریست ها در افغانستان تاکید کردند. رویا زمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.